صبحان خوب مردم خبر، شما بیننده بخش خبری ساعت 9 هستید و شب قدر مرا هزار امید است و هر هزار توی. بسیاری از کاربرها از دیشب در فضای مجازی و در آستانه اولین شب از لیالی قدر به استقبال این شبهای عزیز رفتند و در صفحات توییتری خودشون به اعمال مشترک این ماه اشاره کردند و برای هم نوعان و شیعیان آرزوی برآورده شدن حاجات کردند و تصاویری رو هم به اشتراک گذاشتند. بله، اما من چند تا از این توییت ها رو براتون انتخاب کردم که حالا میخونم یه چند تا از این توییت ها رو. گفتند که کاربری به فرمایشات امام صادق علیه السلام اشاره کرده و کاربرهای دیگه هم اشاره کردن برای هم‌نوعاشون حاجت روایی رو خواستند و که حالا اون توییت، یک توییت رو من میخونم، اگر لطف کنید اون توییت رو بیارین که من بخونم. گفتن که خدایا به لحظه های عشق و دعای زینب و حسینین سلام الله علیها، به لحظه های مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام آنی و کمتر از آنی ما را به حال خودمان رها نکن و در جنگ با نفس اراده قوی روزی من گردان. هشتگ رمضان کریم، هشتگ شب قدر رو در فضای توییتر داغ کردن. انشالله که در این شبها همه عزیزان و از جمله شما کاربران عزیز حاجت روا بشین. اما بریم سراغ خبر بعدیمون. رو از ترامپ و رئیس جمهور آمریکا براتون خبر آوردم که با شلوار عجیبش باز هم سوژه رسانه ها و شبکه های اجتماعی شده هنگام بازدید از گورستان ملی آرلینگتون. خب فکر میکنم باید تصویر بزرگ کنین چون که توی استودیو مشخص نیست شلوارش و دقیقا سوژه همین هستش که سوژه رسانه ها شده. ترامپ از زمانی که در کشورش کلا به قدرت رسیده هر بار به هر بهانه ای هم که شده دستمایه تمسخر و مضحکه مردم و رسانه ها میشه. الان هم با این شلوار خاص و عجیبش که گویا زمین رو داره جارو میکنه دستمایه طنز کاربرها و رسانه ها در فضای مجازی شده. اما سری زدم به توییت مسئولین و توییت رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رو براتون آوردم که در مورد ترامپ که گفت یک نفرت تاریخی از ملت ایران رو نمایندگی میکنه. دقیقا اینطوری نوشته، گفت تکرار توهین به ملت ایران نشان میدهد که ترامپ یک نفرت تاریخی از ملت را نمایندگی میکند که با ارادهش در مقابل تحریم ایستاده است و نمیخواهد به سرنوشت حقارت آمیز مد نظر این خدایان نفرت دوچار شود. اما از توییت زرقامی هم براتون انتخاب کردم. جدیدترین توییتش در به رئیس جمهور و تحریم جلسات فرادولتی اشاره کرده. نوشته رئیس جمهور محترم در حالی که از اختیارات ویژه سخن میگوید که با تحریم جلسات فرادولتی فرصتهای ویژه ای را از دولت خود سلب کرده است. رئیس جمهور قبل این گونه نبودند. اینم از توییت زرقامی. اما یک ویدیو براتون انتخاب کردم مربوط به دیدار رهبر معظم انقلاب با دانشجویان بر روز چهارشنبه است. یک جلسه بسیار صمیمی و جلسه پر از صراحت که منتشر شده و همچنان داره دست به دست میشه توسط کاربرها. نزد برخی مسئولین یک NGO نسبت به یک هیئت یا گروه جهادی ارج و قرب و اعتبار بیشتری دارد. مگر نه اینکه جنگ را با 20 ساله ها بردیم و اقتصاد را با 60 ساله ها باختیم. صراحت لهجه در این جلسه به اوج میرسد. وقتی رئیس جمهور خود در این زمینه مسئولیت دارد و مانند مردم از تقلب وارد کنندگان گلایه میکند، باید شکایت به کجا برد؟ نمایندگان نیز در حال گرفتن آرایش جنگی هستند، اما خدا میداند انتخاباتی یا اقتصاد. نمیتوان با ادعای مکرر آزادی از پشت تریبون نان آزادی را خورد. از جناب عالی خواهشمندم به شکل نمادین به این پویش پیوسته و فشار خون خودتون رو ثبت بکنید و تصاویر اون رو منتشر بکنید. هفته پیش فرستادید، سال گذشته قولشو دادید، هفته پیش فرستادید، یعنی یه سال تأخیر داشتید. احترام بذاریم به وقت، ما وقتمون تا افطار محدوده، ما میخوایم به استقبال فرمایشات آقا هم بریم. من نگاه میکنم نمیشه که ارجانه. دقایق کوتاهی مانده به اذان، اما بچه ها از این جلسه دل نمیکنند. میخواهند نشست ادامه یابد حتی بعد از افطار. یه حرف زوره برده.
بدون تعارف از دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب. امشب خبر 23. بسیار خوب، به پایان بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهی شما خوبان با مردم خبر.تی‌وی آنلاین باشید.